تصمیم طالبان برای توقف کار زنان در نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی در افغانستان با محکومیت‌های گسترده داخلی و خارجی روبرو شده است. چندین نهاد کمکرسان خارجی در واکنش به این تصمیم طالبان فعالیت‌هایشان را در افغانستان به حالت تعلیق درآورده اند. در اوضاعی که مردم افغانستان از رهگذر اقتصادی در وضعیت جهنمی به سر میبرند. یکی از این نهادها شورای پناهندگان ناروی است. در این گفتگو از دبیر کل شورای پناهندگان ناروی افزون بر مسائل دیگر میپرسیم که اثرهای این تعلیق بر افغانستان و مردمانش چیستند؟ آقای یان اگلان، دبیر کل شورای پناهندگان ناروی، به برنامه خوش آمدید. ممنونم. در نخست اندکی درباره شورای پناهندگان ناروی بگویید. پیشینه NRC در افغانستان چیست و فعالیت‌هایش در این کشور چیستند؟ ما اکنون بیش از 20 سال است که در افغانستان هستیم و توانستیم که در سراسر افغانستان، چه در شمال، شرق، جنوب، غرب، مناطق مرکزی و در سراسر ولایت‌های افغانستان فعالیت کنیم. ما در طول دوره‌های سخت آنجا بودیم. همچنان ذکر این نکته با اهمیت است که ما حتی در مناطق تحت کنترل طالبان پیش از رسیدن طالبان به قدرت فعالیت می‌کردیم و از آن زمان به بعد هم به مردان، زنان و کودکان افغانستان در هنگام فاجعه و درگیری‌ها خدمت کردیم و کارهای بزرگی انجام می‌دهیم. با یک برنامه بزرگ برای سرپناه، آب، بهداشت، مواد غذایی و برای امرار معاش کمک می‌کنیم. ما به مردم در سراسر جهان کمک می‌کنیم. ما در نظر داشتیم در سال 2023 به 700 هزار شهروند افغانستان کمک کنیم و 1500 شهروند افغانستان زن و مرد با ما کار میکردند. بنابراین فعالیت‌های شما در یک حوزه مشخص نیست و شما در سراسر افغانستان فعالیت میکنید. کاملا درست. ما در اکثر ولایت‌های افغانستان فعالیت داریم. ما در مناطق شهری و در مناطق دورافتاده حضور داریم. ما برای همه مردم هستیم. ما برای همه اقوام هستیم. ما برای همه کسانی که ضرورت دارند حضور داریم. من می توانم بگویم ما بیشتر برای افراد بیجا شده از اثر جنگ ها در مناطق جنگ زده کمک کردیم. ما همچنان یک برنامه بزرگ در زمستان برای افراد گرسنه و بی سرپناه داشتیم که برای آنها غذا می دادیم. چی تعداد کارمند دارید؟ خب، ما نزدیک به 1500 کارمند داریم که 470 کارمند ما زنان افغانستان هستند. ما تنها 20 کارمند بین المللی داریم و برنامه های ما معمولاً توسط کارمندان اهل افغانستان من راه اندازی شدند. بودجه شما چگونه و از کجا تامین می شود؟ منابع مالی ما از شماری از کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی، استرالیا، صادقانه بگویم از سراسر جهان، اما به طور مشخص از ناروی، سویدن و اتحادیه اروپا. و ما همچنان یک برنامه بزرگ 30 تا 40 میلیون دلاری داشتیم و ما همچنان منتقد تحریم‌های غرب علیه افغانستان بودیم، زیرا این برای ما سخت بود که با وجود تحریم‌های غرب پول را به افغانستان انتقال دهیم، چون بانک ها نمی توانستند پول را به افغانستان انتقال بدهند و ما علیه سیاست های کشورهای غربی و تحریم ها در برابر افغانستان صدا بلند کردیم. اما حالا با اقدام جدی مقام های فعلی افغانستان که زنان 1/3 نیروی کار ما را تشکیل می دهند، از کار منع کردند و با این وجود ما نمی توانیم به کار خود ادامه دهیم. به این موضوع خواهیم پرداخت. پرسش دوم من اما درباره کارمندان شما و درباره کارمندان زنی که در نهاد شما کار می کنند این است که آیا می توانید بگویید زنانی که با شما کار می کنند چگونه زنانی هستند؟ آیا آنان تنها نان آوران خانواده هایشان هستند؟ و اکنون که از کار کردن منع شده اند، در چی وضعیتی قرار دارند؟
470 کارمند زن ما زنان افغانستان هستند که از سراسر افغانستان هستند. آنان در بخش بهداشت، اداری و بخش اقتصاد متخصص هستند. آنان استادان، مربیان و مدیران هستند. آنان سختکوش و مسلکی هستند و البته که ناناوران خانواده هایشان هستند. نه تنها از خانواده های خود، بل از حلقه بزرگتر، و آنان از منع شدن از کار شدیداً آسیب دیدند که غیر منصفانه است. شما گفته اید که نمی توانید کارتان را تنها با مردان ادامه بدهید. آیا برگشت زنان به کار پیش شرط شما برای ادامه فعالیت هایتان در افغانستان است؟ بله، کاملا. ما به تاریخ 24 دسامبر از این تصمیم توسط وزارت اقتصاد باخبر شدیم و بلافاصله کار خود را در سراسر افغانستان متوقف ساختیم و صدها هزار تن از دریافت کمک ها محروم شدند. و برای این کار خود دو دلیل داریم. نخست این که بدون یک سوم کارمندان خود نمی توانیم خدمات با کیفیت ارائه دهیم. حضور همکاران زنمان برای ادامه کار ما ضروری است. ما نمی توانیم تنها با کارمندان مرد ادامه دهیم، چون برنامه یک برنامه بی کیفیت و غیر مسلکی خواهد بود. دوم این که ما نمی توانیم با ارزش ها و انعنات در تضاد قرار گیریم. ما مانند جامعه افغانستان ارزش ها و انعنات داریم. در افغانستان ما به تمامی ارزش های شهروندان افغانستان احترام میگذاریم. حجاب، نوع لباس پوشیدن، جدایی زن و مرد در محل کار، وجود محرم در هنگام سفر که معمولا همکاران زن ما توسط یکی از محارمشان همراهی می شدند. ما تمامی قوانین را رعایت می کردیم. پس من واقعا عصبانی هستم که آنها می آیند و می گویند که بعضی زنان در بعضی از مؤسسات حجاب را رعایت نکردند. خب می توانستید به همان مؤسسات هشدار بدهید و همه زنان را از کار کردن منع نکنید. ما ارزش های داریم. طالبان هم ارزش های خود را دارند. درست، ما آنها را احترام می گذاریم. اما ما هم ارزش های خودمان را داریم. ما نمی توانیم با مساوی بودن جنس ها در حقوق بشر، ارزش بشر و حق کار آنان در تضاد قرار بدهیم. همان گونه که شما اشاره نمودید، این ارزش‌ها ارزش‌های طالبان هستند، نه از افغانستان و مردمانش، و این قوانین طالبان هستند. اما چنان که گفتید، شما قوانین طالبان را عملی ساخته اید. فکر می‌کنید پس چرا طالبان این تصمیم را گرفتند؟ آیا آنان می‌خواهند از این موضوع بهره‌گیری سیاسی نمایند؟ خب اکثر این ارزش ها در تعدادی از مناطق کشور ارزش های محلی هستند، مانند جدایی زن و مرد، حجاب و حتی وجود محرم در سفر. علت این که چرا این تصمیم را گرفتن من واقعا نمی دانم. من امیدوارم که به افغانستان بروم و با مقامات ملاقات کنم، زیرا می خواهم توضیح دهم که ما حاضریم از تمامی قوانین و مقرراتی که قبل از ممنوعیت وجود داشتن پیروی کنیم، اما نمی توانیم با ممنوعیت کار کنیم. این می تواند پایان یک برنامه بزرگ باشد و صدها هزار تن به علت این ممنوعیت که توسط رهبری طالبان داده شده است رنج می برد. تعلیق و توقف فعالیت های نهادهای کمک رسان در افغانستان چی اثرهایی خواهند داشت؟ می توانید فهرست نمایید؟ خب همانطور که گفتم، ما نمی توانیم به کار خود ادامه دهیم و در حال حاضر ما هیچ فعالیتی در هیچ بخش افغانستان نداریم و دیگر سازمان ها هم همین کار را انجام دادند. اکثریت سازمان ها فعالیت خود را متوقف کردند. بعضی از سازمان ها که ثبت وزارت خارجه هستند به فعالیت خود با زنان و مردان ادامه می دهند. یک بار دیگر نشان می دهد که چقدر این ممنوعیت مزخرف و غیر منطقی است و ضرورت است که در مورد آن تجدید نظر شود. چنان که گفتید می خواهید به افغانستان بروید و با طالبان گفتگو نمایید، اما آیا رای حل پیشنهاد کرده اید و چی رای حل هایی دارید؟ خب من فکر میکنم راه حل بسیار واضح است. ما به عنوان سازمان دوباره به طور یکسان قول میدهیم که از قانون حجاب و جدایی زن و مرد در محل کار و سفر زنان با محرم استفاده و اجرا کنیم. آیا فکر میکنید که طالبان تصمیمشان را پس بگیرند؟
امیدوارانه است که آنان بگویند خوب درست ما شنیدیم که شما وعده دادید. کاری که ما کردیم را من حیث یک هشدار بپذیرید. ما هم میگوییم درست این یک هشدار است، می توانیم کار خود را دوباره آغاز کنیم و همین طور است که کار را آغاز می کنیم. به نظر من این راه حل است. به نظر من سازمان هایی که این سه قانون را اجرا نکردند به آنها هشدار دهند و فکر می کنم این راه حل است. طالبان در نشست اسلو در جنوری سال پار وعده سپردند که مکتب‌های دخترانه را بازگشایی می‌نمایند، اما این کار را نکردند. شما نیز در آن نشست بودید. آیا شما با طالبان صحبت کردید؟ آنان دیگر چی وعده‌هایی دادند؟ بله، البته که این را گفتند. آنان این را به من گفتند. مشمول وزیر خارجه متقی زمانی که من وی را در سپتامبر 2021 درست پس از تسلط آنان در کابل دیدم. آنها این را بارها گفتند که آموزش زنان وجود خواهد داشت و هیچ مشکلی برای کارمندان زن مسلکی مشمول بخش بهداشت که اکنون نیز استثناء قرار داده شده است وجود نخواهد داشت. آنان تنها حرف نزدند بلکه این را وعده دادند. من فکر میکردم که این یک رسم است میان شهروندان افغانستان که به عهد و قراردادتان پایبند میماند. پس من امیدوار هستم که آنان به وعده‌ای که به ما دادند برگردند. شما وضعیت افغانستان را پس از به قدرت رسیدن طالبان چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا وضعیت روز به روز در حال بدتر شدن است؟ خب، به صورت عموم وضعیت اقتصادی بدتر از گذشته است. این حالت علتهای زیادی چه داخلی و چه خارجی مانند متوقف شدن کمک های توسعه، منجمدسازی ذخایر ارزی افغانستان که بدید ما اشتباه است. پول بانک مرکزی افغانستان پول مردم افغانستان است و باید آزاد ساخته شود. اوضاع اقتصادی وحشتناک است و به همین علت ممنوعیت کار زنان یک اشتباه است. درست در زمانی که مردم به کمک‌های بیشتر از ما نیاز دارند. همچنان نشانه‌های مثبت نیز پس از تسلط طالبان وجود دارد. ما حالا می توانیم در مناطقی که قبلا در آن جنگ بود کار کنیم. ما حالا به ولایت‌ها و مناطق بیشتری دسترسی داریم که قبلا به علت جنگ نمی‌توانستیم کار کنیم. هرچند دسترسی ما مانند ماه‌های اول تسلط طالبان راحت نیست. ارزیابی‌های شما نشان می‌دهند که فقر در افغانستان به اوجش رسیده است. آیا شما خانواده‌هایی را در افغانستان دیده‌اید که مجبور به فروش کودکانشان شده باشند؟ نه، من شخصاً این موارد را ندیدم. اما نشانه‌های فقر و تنگدستی زیاد هستند. شمار زیادی هستند که در فضای باز و سرد زندگی می‌کنند. نهاد شما اندک پس از تسلط طالبان گفت که روزانه 5000 شهروند افغانستان تنها به ایران فرار می نمایند. آیا وضعیت هنوز هم چنین است و چی تعداد از شهروندان افغانستان پس از تسلط طالبان کشور را ترک کرده اند؟ آیا آماری دارید؟ من به ایران سفر کردم. سازمان ما در ایران برنامه‌های بزرگی را برای مهاجران افغانستان انجام می‌دهد. ما در آنجا زمان زیادی است که فعالیت داریم. وقتی که من به آنجا رفتم روزانه 1000 تن از مرز می‌گذشتند. من فکر می‌کنم از آن زمان ارقام فراز و نشیب داشته است و یکی از علت‌های آن این است که گذشتن از مرز ایران خیلی دشوار شده است. آسان نیست که به ایران وارد شوید. ایران همچنین کسانی را که وارد این کشور شده‌اند دوباره به افغانستان برمی‌گرداند. من فکر می‌کنم ممنوعیت کار زنان فعالیت‌های ما را شدیداً دشوار خواهد ساخت و فکر می‌کنم که تعداد زیاد مردم بخواهند به کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران بروند. که به فایده طالبان تمام نخواهد شد و این نشان می‌دهد که مردم به حد ناراض هستند که مجبورند کشورشان را ترک کنند. پرسش پایانی، آیا احتمال یک بحران بشری شدیدتر و عمیق‌تر در افغانستان وجود دارد؟ شما بار بار هشدار داده اید. در حال حاضر هم یک بحران بشری عمیق در افغانستان وجود دارد، هرچند این بحران توجه زیادی را به علت جنگی که در اروپا جریان دارد جلب نمی کند، چون همه توجه ها به اوکراین است. اما این بحران بدتر از گذشته در افغانستان شده است.
این زمستان برای میلیون ها تن خیلی خیلی دشوار خواهد بود و اکنون به علت مزاحمتی که در کار ما با ممنوعیت کار زنان ایجاد شده است، بحران بشری نیز بدون شک بدتر خواهد شد. ممنون از وقتتان. Thank you for having me.